ببینید ما در کل دو دسته داریم، روش هایی که خارج از بدن ابزار وصل میشه و روش هایی که خارج از بدن ابزاری نداریم، تماما داخلیه تقریبا. خب LON به عنوان مثال که به هر حال معروف تر از بقیه هست، که مخفف lengthening over nail هست، افزایش روی میله، این به این شکلی که یه میله داخلی قرار داره داخل استخوان. ببینید الان یه استخوان ساخت، یه میله داخلی قرار داره، یه دستگاه بیرونی. این افزایش که انجام شد، اون میله داخلی پیچهاش گذاشته میشه، یه کوتاه نمیشه، این دستگاه بیرون در آورده میشه. و یه سری روش های داخلی هست مثل فیتبون که آلمان مثلا ارائه میده، پرسایز که آمریکا ارائه میده، و MTN که ایران. اینها به این شکل هستش که ساق پا بیرون دیگه هیچی نیست. حالا MTN یه پیچ داره که فرد میچرخونه و افزایش انجام میده. در پرسایز یه دستگاه باز مگنت کار میکنه، هیچی بیرون نیست و افزایش انجام میشه توسط جریان میدان مغناطیسی. در فیتبون هم مثل گوشی پزشکی یک اکتیویتور، یک فعال کننده هست روی محل موتور، اون گیرنده دستگاه گذاشته میشه، یه موتور داخلش داره و افزایش انجام میشه. طبعا انواع داخلی هزینه های بالاتری دارن و راحت تر هستن، اسکار کمتری میذارن، درد کمتری دارن. اما یه نکته هم خوب دقت کنم دوستان، پروسه ترمیم و ریکاوری هیچ ربطی به روش افزایش قد نداره، چون مستقیما فقط مربوط میشه به توان بازسازی خود بدن. بعضی میپرسن MTN زودتر از LON خوب میشیم، مثلا ربطی نداره، اون بدنه که باید بسازه. MTN به این علت از LON بهتره که فرد خیلی دردش کمتره، خیلی راحت تره و اون فاز افزایش طول استخوان رو خیلی راحت تر میگذره. من شنیده بودم که روش LON برای اینکه اون دستگاه خارجیش رو اونا رو خارج کنن و حذف بشه از روی پا، نیاز به یه عمل جراحی مجزا داره. بله، MTN فقط یک عمل احتیاج داره و این پیس رو ما در مطب در میاریم. اما وقتی که LON عمل میکنیم، یه عمل اینا رو میذاریم، بعد یه بار دیگه بعد از انتهای افزایش فرد میره اتاق عمل تا این دستگاه رو در بیاریم. یعنی اینو نمیشه تو مطب در آورد. دوتا عمل میشه، اصلا دو بار بیهوشی، دو بار عمل هر حال جای زخم ترتون بیشتر میشه. بله قطعا. تفاوت درشنیتی با درشت پریسایز چی هست؟ ببینید پریسایز اولش که قیمتش خیلی فرقشون زیاده. دوم این که در پریسایز شما اجازه ندارید در طول افزایش وزن بذارید، کل دوره رو تقریباً باید روی ویلچر بشینید. یه تبلیغاتی میکنن بعد با باکر راه میرید، ولی واقعیت این هستش که احتمال شکست پروسه خیلی زیاد میشه. خودشون توصیه میکنن که این کار رو نکنید. فیتبون که اصلا اجازه نمیده و خودش هم سایتش میزنه که اصلا اجازه ندارید. اما MTN ما روز بعد از عمل میگیم بلندشن راه برن با باکر. این خیلی فرقش. نکته دیگه این که سیستم مکانیکیه، احتمال این که عمل نکنه تقریبا صفره، نمیگیم نیست اما تقریبا صفره. اما خود سایت هایی که در مورد پرسایز صحبت میکنن میگن همیشه فیلیر وجود داره، یک شکستی وجود داره، یه درصدی رو باید به خبر خطا بذاریم. من خودم فیتبون رو استفاده کردم، 4 تا نیل گذاشتم، یکیش عوض کردم و خب این خودش میشه استرس، میشه هزینه و مشکلات.